آیا واقعاً لهجه زبان ادبی را یا معیار زبان ادبی را در تایسان تنگ کرده است؟ سالهای اخیر صحبت در جلسه‌های حکومتی هم لهجه را میشنوید. وزیر است، رئیس است یا هر کسی دیگر هیچ اعتنایی به زبان ادبی نمی‌کنند و با هر لهجه‌ای که خواهد گپ می‌زند. احوالی بدتر از این را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که نه تنها زبان گفتاری بلکه زبان نوشتاری را هم به لهجه غلیظ تبدیل دادند. چرا؟ راه های حل این مسئله چی است و چی بوده میتواند؟ موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است. مهمانان ما عبدالرحیم زلفانیان، نماینده کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان و ظفر صوفی، ژورنالیست هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و در ابتدا اگر مخالف نباشید، اینجا پارچه صحبت یک مقام رسمی حکومتی را میشنویم که همین چند روز قبل در خوجند یک نشست خبری صحبت میکرد و به سوال ژورنالیست ها پاسخ میداد و این را میبینیم و باز به صحبت ما برمیگردیم. مرحبا. کاریای ما و نمایندگی ما در مثال فدراسیون روسیه اساس چیه؟ اساس قرضی که مثال از جانب تاجیکا کارخانه ها نمیتونه داده و میرود کوشش میکنه که هم قرض بگیره بربر گردونه به مو خیلی تاجیکا. مقصد مساله فقده مردم جمع میشوه، مردم گوز من بگم چی خیلی میشه، مردم جمع میشه و پول نیست وای در اونجا که چی خیلی مرده میه. مثلا روز دیوستی چی خیلی میاد تو جسم مردم جمع میکنن. مثال دیاسپورا، ایسو بی دیاسپورا مردم جمع میشه وای چند کسی چند پولی که دست یوردم کردم میتونه هم را جمع میکنن و بعد روی میکنن، بعد مقامات حفظ حقوق امیر با قید میگیرن. بله، صحبت ما رو از جناب زلفانیان شروع میکنیم و ببینید که تا کدوم اندازه یک نماینده مقام رسمی اینقدر از قالب یا معیار زبان ادبی بیرون رفته به لهجه صحبت میکنند. شما در رابطه به این چه نظر دارید؟ مرحبا. تشکر. ما که در کشور صاحب استقلال تاجیکستان عمر به سر میبریم، به خوبی آگاه هستیم که در پیشبرد سیاست دولتی زبان کشور ما، در کشور ما بسیار گیم غمخوری ها، پشتیبانی ها برای حفظ و حمایت زبان مادری از جمله زبان دولتی ما به مشاهده می رسد و در فعالیت است. چون که زبان دولتی ما یعنی زبان تاجیکی در دوره زبان ادبی معیار استفاده برده می شود و این امروز ها چون در چوربینی های فرهنگی علمی عمومی که در سطح جمهوریوی حتی بیم برگزار می گردند، باید که تنها در دوره زبان ادبی معیار راه اندازی کرده شوند و کارگزاری هم خود بواسطه به زبان دولتی یعنی به زبان ادبی گفتگوی تاجیکی باید که براخ مانده شود. و امروز چون ما از سخنرانی های مسئولان وزارت اداره ها، تشکلات و مؤسسه ها یا حتی دایره علم و ادب که در چوربینی ها با لهجه خود گم میزنند، ما همه را میگویم که این البته به احترامی نسبت به زبان دولتی، یعنی پیش از همه به زبان مادری میباشد. چرا؟ چون که ما همون وقت ارجگذاری خود، پاست داشتن خود رو نسبت به زبان مادریمون که خوشبختانه زبان دولتی جمهوری صاحب استقلال ما هست، ما همون وقت اثبات کرده میتونیم که در دایره هیچ نه زبان ادبی گفتگویی آزادانه معاشرت کرده توانیم. جناب ظفر صوفی، نظر شما چی است در رابطه به همین سوالی که در میان گذاشتین؟ مرحبا. زبان یکی از اساسی ترین مقدسات یک ملت است. من فکر میکنم این امر برای ما تاجیکا اهمیت ده چندانی که صد چندان دارد به نسبت هر قوم ملتی که در منطقه ما وجود دارد، حداقل اگر در جهان نگویم. بخاطر اینکه شاید در جهان مثل ما کمترین ملتی را میتوان پیدا کرد که هر چی داشت در طول تاریخ از دست داد. متاسفانه که استاد بازار در یک شعرش به نام زبان مادری خیلی خوب و زیبا به این مورد اشاره کرده است و
ما اون چیزی که داریم واقعا یعنی که ما را نگه داشته است به عنوان یک ملت، یک رکن اساسی نگه داشتن ما، پشتوانه قوی ملت ما، این زبان ملت ما است. حالا اگر در مورد اینکه این دوست ما فرمودن که در دولت صاحب استقلال ما به زبان خیلی احترام است و در سطح دولت نمیدونم از این کارا انجام میگیرد، اگر انجام میگرفت وضع به این نبود. علتی ببینید اینجا مثلا ما باید زبان ادبی معیار و زبان گفتار معیار را باید در نظر بگیریم. راستی من هیچ وقت از هیچ کس تقاضا ندارم یا که توقع ندارم که با زبان ادبی معیار صحبت کند، و در خیلی از فیلم های ما اگر توجه کرده باشد بعضن میخوان که با زبان ادبی معیار هنرمند ها صحبت کنند، ساخته در میاد. و از این نظر باید که زبان معیاری گفتار را در نظر بگیریم، و از این وزیرا و نمیدونم رئیس های کمیته و از هر گوینده هم بیشتر ما باید زبان معیار گفتار را در نظر بگیریم. در تاجیکستان متاسفانه امروز زبان معیار گفتار از بین رفت. اینجا یک نوزی که خوبیم یا یک مشکلاتی هست که مثلا ببینید زبان ادبی معیار ما زبان ادبی تاجیکی ماست و اون در کارگزاری حتما باید رعایت گردد. یعنی ما خوب میدانیم که زبان ادبی گفتگویی یعنی زبان معاشرت باید در جامعه در کوچه و بازار وقتی با زبان ادبی معیاری کتابی نه بلکه با زبان ادبی گفتگویی باید معاشرت کنیم، و در کارگزاری در چورابین های فرهنگی علاقه زبان ادبی معیار باید رعایت شود، اما طوری که اهل ایجاد باید رعایت کنند، در وزارت اداره ها هر یک چورابینی که می شود باید که در دایره زبان ادبی معیار رعایت شود، و زبان ادبی گفتگویی این میان مردم در معاشرت. این یک. دوم اینکه برای این علاقه کمیته چکار میکنه؟ کمیته همین ایرادها را پیوسته در هر یک سنجش ها وقتی به مقامات های اجرای حکومتی دولتی شهر نازیه ها می روید، وقتی به تشکلات مؤسسه ها، وقتی به وزارت اداره ها رفته سوده کارگزاری و سطح صفتی همین کاربرد و سهمگذاری ایشان را در عملی سازی مقررات قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی تاجیکستان وقتی به مورد سنجش قرار میدهد، ما علاقه یکمین ایرادی که ما میگیریم این در دوره زبان ادبی گفتگویی یا اینکه در دوره زبان ادبی تاجیکی گفتار و معاشرت نداشتنی کارمندانی آنمون مقامات و وزارت و اداره داخل دار یا تشکلات و مؤسسه گفته استوده ایراد میگیریم. میایم به سوال دیگر. یکی از کاربران زیر یک خبری رادیو آزادی نوشته بود که همین به زبان کوچکی نویسید ما فهمیم، چون به قول اون کاربر ای طریق که ما می نویسیم او نمیفهمم. سوال به هر دوی شما، سبب نفهمیدن زبان ساده ادبی چی است؟ از باعث اونی که اونها تنها با زبان کوچکی بلد هستند و زبان ادبی معیار یا اینکه زبان ادبی گفتگویی رو نمیفهمند، این ما را هوشدار می سازد تا اینکه ما معرفت آموزی را، تعلیم و تربیه را در مؤسسه های تا مکتبی، در مکتب های میانه یعنی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، در دانشگاه و دانشکده هایمون پرزور گردانیم، تا اینکه سرکرده از خود آموزگار تا اینکه با زبان ادبی گفتگویی معاشرت کند، در دایره زبان ادبی معیار فرزندان ما رو، نسلی صاحب زبان ما رو گویم با این زبان اینا بیاموزد. ولی متاسفانه ما گفتیم که پرانتر در دوره های سنجش ما مشاهده میکنیم که حتی آموزگاران در دسترین حتی ناحیه ها شاگردان خود رو با لهجه خود سبق میکنند، یعنی در رعایت نکردن با زبان ادبی معیار آنها و طلبگان وقتی تدریس و تعلیم رو براه میمونند، عاقبت همین گونه گویم جاهلی میان نسل نوروس جوان
رخ میدهد، تو اینکه آنها یعنی از دویلی زبان ادبی میورشان دور مانده میتوند. خودی کمیته زبان و اصلاح شناسی چی کاری عملی انجام داد برای اصلاح همین وضعی که حال شما گفتید؟ برای این کار میدونید این اولش اول اینکه تنها به تنها ما فقط تبلیغ رو برای این تاثیر رسانی یعنی در برنامه های تحلیلی در برنامه های شبکه های تلویزیونی کشور ما دائم منتظم یکی از مسئله هایی که ما پیگیری میکنیم و مسئله رو یعنی در راهی حل مشکلاتی چون این مسئله ها راه اندازی میگردد ما همین مسئله ها رو پیوسته منتظم به این موردی بررسی و حل و فصل قرار میدیم. چون شما با یکان دیرکتوری مکتب با یکان وزیر با یکان مسئول رفتید صحبت انجام دادید یا به صحبتتون دعوت کردید مسئله را در میان گذاشتید؟ این مسئله گفتیم که مسئله در تمامی منه ببینید ما اگر در زیاده از 20 مقامات اجرایی شهر مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر نوزه اگر سالی سپری شده سنجش گذرانده باشیم بعد از ایرادگیری ها ما سمینار های آموزشی میگذرانیم که طول 2-3 ساعت تنها انمین گونه ما مسئله ها و مشکلات رو بررسی میکنیم و یکی از مسائلی که در همون گزارش ها در سند های دوره سنجشی همون ما منظور میکنیم این عملی سازی همین گونه مشکلات یعنی حل همین گونه مشکلات راه های حل این مشکلات در همون مقامات در همون وزارت اداره گفته استاده در تمام تشکیلات و مؤسسه ها ما این مسئله رو یعنی آزادانه با آنها سپارش و توصیه میدیم تا اینکه از چنین خطاکاری ها بیم دست کشند و این بعد طبق طلبات قانونگذاری و طبق و عموماً با مقصد و مرام ارزگذاری به زبان فعالیت کنند. تشکر. جناب ظفر یوسف شما با پاسخهای زلفانیان راضی هستید به همین سوالی که در میان گذاشتیم بررسی کردیم. شما چی میگوید مرحمت؟ ملت ما یکی از علت تا امروز در این دنیای پرشور و پرغاوا زنده ماندنش داشتن زبان ملیش بود که واقعا ملت نگاه داشتن چیز. ما دولت نداشتیم اما در دولت های بیگانه ها زبان ما زبان دولتی بود. متاسفانه امروز که ادعا میکنیم که صاحب استقلال هم زبان زبان ملی ما زبان دولتی نشده است. اگر حالا میگن که کارگزاری واقعا بعضی سندهایی که در تاجیکستان قبول میشد اگر بخونی نمیدونم روسیه بخونی میفهمی اما تاجیکیش وقتی میخوانی آدم نمیفهمد چی میخواهند بگویند. این اگر زبان کارگزاری زبان دولتی اگر همین است وای بر حال زبان دولتی ما. حالا در مورد اینکه میفرمایند که میروند در مقامات نمیدونم اجرایی چی چیه که همه در حکومت های محلی بگن مقامات اجرایی یک دنیا نامی تونتراقه که این هم یک شکل دیگری به احترامی به زبان ملی است. اونجا میرن اینا صحبت میکردند و اونا خطاها را میشنیدند بعد سمینار میگذاندند و اما اینشون نمیدونم آموزش و از این چیزا و عاقبتش چیه؟ آیا نتیجه همین نیست که با میاد همون وزیر مثلا بگیریم وزیر کارهای داخلی یا نمیدونم فلانش یا این نفری که حالا شما گذاشته در خوجن میان باید زبان صحبت میکنن خودشون شاید بفهمن اگر میخوانن درسته وقتی صحبت میکنن همین از کاغذ که دور رفتن دیگه تمام. حتی رئیس جمهوری کشور وقتی از کاغذ چشمش رو برمیدارد طرز صحبت میکند که آدم بعضا خجالت میکشه که چی وای وای کرده وای کنه. اینم زبان معیار ما و اینم مناسبتی حکومتدارای ما به زبان ملی ما. آیا اون چیزایی که فرمودن که مثلا سمینارهای آموزش دایر میکنند و از چیزا آیا نتیجه داده؟ یک مثالی مشخص بیارن که در فلان ناحیه یا در فلان مکتب در فلان جا بعد از رفتن اینا و این کاری که انجام دادن سمینار از این چیزا اصلاح شده و در اونجا مثلا معلمه فلانی یا معلم فلانی دیگر با زبان معیار دارد برای طلبه ها درس میگوید. آیا شده همین چیز؟ تشکر. این کارهایی که طول 100 سال انجام داده شده است در تغییر و قسمت زبان ما شما میخواهید در یک ساعت یا یک هفته یا یک ماه اجرا شود؟ هرگز چنین نمی شود چون که
برای این مرحله معینه، دوره معینه در کره سال خود لازم شود که ما اونچه از دست دادیم و اونچه به اعتنای کردیم سری وقت اجرا کنیم و این البته تدریجان عملی خواهد شد. دوم شما میگوید که حتی با سخنرانی جناب عالی ایراد گرفته شد، برعکس اگر هر یک وزیر و هر یک منصب دار با مانند رئیس جمهوری ما یعنی پرزیدنت پیشگوی معظم ملت ما اگر آزادانه چنین سخن کرده مساله رو بررسی کند، نوران علی نور می شود. برای همین این ایراد شما رو ما قبول ندارم. خب میزنبه ببخشید، اشکال ندارد، میتونن ایراد ما را قبول نداشته باشند. خب من نظری خود شخصی را میگم، ادعایی هم ندارم که همه قبول داشته باشد. یکی از علت این که امروز لهجه شده است در تاجیکستان، لهجه برتریت دارد و لهجه یک منطقه برتریت دارد، این علتش هم این است که حاکمیت در دست یک گروه از مردم منطقه است، یک محل آمده است، حاکمیت در تمام کشور در انحصار خود گرفته است و لهجه این مردم در برتریت است، دیگرها هر چی خواستن میکنند. ببینید آیا کسی میتوند پرچم تاجیکستان یک شهروند تاجیکستان زیر پا کند؟ قانون مجازات میکنند. چرا مقدسات دیگر زبان ملت هم میان زیر پا میکنند و بدترین حالت آوردن؟ هیچ کسی نیست که مجازات کنه. شما میگوید ما تبلیغ میکنیم، اگر با تبلیغ میشد خداوند صد و چند هزار پیامبر نمیفرستاد. در زمان شوروی خودتون روزنامه‌نگار فعال بودید، در آن شب روز زبان وارد و یعنی مورد استفاده لهجه طرف شمال تاجیکستان بود، درست است؟ حالا به این موضوع کاملا دیگر چی است، بیاید به سوال بعدی برگردیم، یعنی سبب های گسترش لهجه در برابر زبان معیاری تاجیکی چی است؟ مثلا یک کاربر رادیو آزادی نوشته است که با این لهجه بازی های ما یگان روز گوگل هاوایو را چاکتی یا قلعه شما ترجمه نکند. باز جناب زلفانیان شما در رابطه به همین نظر چی میگویید؟ البته این مسئله که شما گفتید مسئله خیلی مبرمی روز است و این پیوسته من طول 14 سالی که کمیته زبان و اصطلاحات فعالیت میکند یکی از مسئله های مبرمی که پیوسته از پای اجرای آن از پای گویم برطرف سودی چنین مشکلات است. انامین یعنی با زبان ادبی معیار در کارگزاری و با زبان ادبی گفتگویی در جایهای جمعیتی در کوچه و بزرگ معاشرت کردن را پیشه خود کردن صاحب زبان ها. یک چیز دیگه، ما امروز باید با تنقید کردن ما به مقصد نمی رسیم، با تنقید کردن با ایراد گرفتن ما باید برای از جهالت برآوردن چنین سخنگویانی که امروز ننگ است که با زبان ادبی گفتگوی یا زبان ادبی یا سخن کردن نمیتوانند و صاحب منصب هستند، ما باید که راههای توصیوی تبلیغ و تشویق و ترغیب امورو چنون با معرفتی بلند براه اندازی کنیم که یعنی ببینید حتی تاثیرش ثمره بخش باشد. تشکر. جناب ظفری صوفی، شما نظرتون به حرفای زلفانیان چی است؟ مرحمت. خواهش میکنم. جناب زلفانیان میگن که باید باشد، باید کنیم، درست، تنقید نکنیم، ایراد نگیریم. بله، سر منصب دار سیلا کنیم، بگیم که دست در نکنه، دست پول مردم زندگی میکنه، بهترین امکاناتو داری و امروز هم میبینی زبان ما تحقیر میکنی. همه خیلی به نظر میرسد. حالا اینکه مثلا اینا میرن ایراد میگیرن یا نمیدونم میگن که تو اینجا اشتباه کردی، آیا عملا از نظر عملی یعنی قانون براشون اجازه داده که اونها مجازاتی بکنن که یا نمیدونم پیش روش بگیرن که دیگه این کارو نکنن؟ به نظر میرسه که نیست همچین چیزی. حالا چرا لهجه در کشور به جای زبان معیار برتری پیدا کرده؟ عرض کردم به نظر من البته اینطوری است. حالا شما گفتید که در زمان شوروی لهجه شمال گویا در همه جا چیزی، نه اینطوری نبود. گفتگویی در پایه زبان کلاسیکی زبان ادبی گفتگویی و مردم کوشش میکردن رعایت کنند. اونجا رعایت میکردن امروز از بدخشان هم به همین مطابق شد. امروز متاسفانه طوری شده که همه به حساب
با یک لهجه. البته ببینید من طرفداری، من یعنی با هیچ لهجه از لهجه های زبان تاجیکی هیچ مخالفت ندارم، برای من همش عزیز است، همه لهجه ها عزیز است، اینا پیش از همه بگم. اما آیا یکی از لهجه ها میتوند زبان معیار گفتگویی بشود، زبان معیار گفتار بشود؟ نشده متاسفانه. سوال عرض کردم، ما چند روز پیش برای به خاطر یک کار ارشیو ویدیوهای بایگانی، ویدیوهای سال 80 نگاه میکردیم، چند ویدیو اونجا گفتگو طرز بود که در دوشنبه گرفته بودن و برای همه فهما است و نمیشد گفت که مثلا زبان ادبی کتابی است، نه، زبان ادبی گفتگویی است و گفتگوی خیلی زیبای هم هست. متاسفانه امروز طرز شده که یک لهجه بیشتر تقویت یافته و حالا برای شاید برای اعتراض نمیدونم یا شاید ناآگاهانه آگاهانه نمیدونم، در هر صورت به شبکه های اجتماعی هم لهجه ها کشیده شدن. یک بلاگر مثلا میاد با یه لهجه صحبت میکنه، یکی دیگه با یه لهجه و بعضن همدیگه نمیفهمن. یکی از دوستان نقل میکرد که زمان خدمت رفته در دنگره خدمت، یکی گفته که نمیدونم فلان چیز بیار، قربایی بیار، او دتار. ببینید دقیقا در رابطه به همین پاسخ شما سوال بعدی ما هست، یعنی چرا تاجگان گفتاری مشترک در منبرها ندارن؟ چه خوجندی، چه بدخشی، چه حصاری، چه ختلانی؟ زبان ادبی یعنی کجا مانده است، کجا شد؟ علت این است که سطح سواد متاسفانه در کشور خیلی پایین است. وزارت معارف، یعنی که آموزش پرورش، باید واقعا کار کنند. اگر ما میخواهیم که در همه بخش، نه فقط در بخش زبان بلکه در همه بخش زندگی پیشرفت داشته باشیم، رشد کنیم، باید پیش از همه معارف، آموزش پرورش ما به سطحی لازمی که در تقاضای جهانی و استانداردهای جهانی باید برداشت شد. با این وزیرایی که داره متاسفانه نمیشه، متاسفانه. یعنی گزارش ها خوب است، اما میگن ایراد نگیر، تنقید. آخه من تنقید کردم، اگر ایراد گفتم قصد غرض شخصی که ندارم به هیچ کدام از اینایی که ایراد میگن یا وزیر هر کسی میگم، میخواد که کشور رشد کنه، میخواد برای ملتش پیشرفته باشن، میخواد که مردمش با زبان عادی و با زبان زیبا بتونن صحبت. یک بی سوادترین مدرسه نخونده افغانستانی میره صحبت میکنه، باید زبان زیبا صحبت میکنه، یا ایرانی میره صحبت میکنه، همونا هم زبان ما و شما. چرا علت اینجا بیان بکنیم که چرا اینطوری نیست، چرا در اونجا هست درمان نیست؟ بیان بکنیم. تشکر زیاد. بله، و همین چرای شما رو میخواستم از زلفانیان پرسم که چرا تاجیکان گفتاری مشترک در منبرها ندارن؟ چه خوجندی، چه بدخشی، چه حصاری، چه ختلانی؟ زبان ادبی کجا مونده است جناب زلفانیان؟ من شما رو فهمیدم علکه از همون نیمی سوالاتون. از شما سر کرده، از ظفر صوفی سر کرده، تاجیکستان نیاز به انمی گونه کادرها دارد که باید امروز تشویق و ترغیب و تعلیم و تدریس رو مدامی که ایراد بسیار داریم از خودمو سرکرده خودمو تربیه و تعلیم کنیم و اون ایرادی که ما میگیریم و اون آموزگاری مثلا سطحی دانشش برای مثال پس یا اینکه اونقدر تشکل نیافته باشد، ما در دوری ها نیستاده باید در میدان میان صاحب زبانان باید خدمت صادقانه کنیم، یکم، نه اینکه خدمت خصوصانه. دویم چخیلی که در پیشتر در سخنرانی تو گفتی، با یگان لهجه برتری داده نمیشود، این رو ما باید فراموش نکنیم، چونکه زبان ادبی معیار ما همون پایه زبان ادبی کلاسیکی تاجیکی فارسی ما است. برای همین اینجا یگان لهجه برعکس لهجه ها این عاقبت چیستن که لهجه ها زیاد شدن، این همون بگیم کمونیکاسی، یعنی ارتباطاتی که برای منطقه ها در این طول صد ساله ها بگیم وجود نداشت و از بین رفته بود، یعنی یک واژه، یک اصطلاح، یک کلمه زیبا مثلا در شمال باقی موند، یک واژه زیبای دیگر در لهجه های جنوب باقی موند، یک واژه دیگر در لهجه های بیرون از مرز تاجیکستان باقی موند و این همه دردانه ها رو امروز ما باید جمع کنیم و زبان ادبی معیار رو بوی گردانیم، غنی گردانیم. ببینید ما یک استاد خوبی زبان داشتیم در دانشگاه ملی تاجیکستان، زنده یاد طالب خسکشف که شما را میشناختید.
می گفت تا زمانی که زبان ادبی رایج نشود در کشور محل گرایی را از بین برده نمی توانیم. نظری هر دی شما در همین موضوع چی از جناب زلفانیان از شما شروع میکنه مرامه؟ اکنون ببینید برای اون که ما گفتیم که با یکون لحجه برتری دادن نمی شود. تنها در دوره زبان ادبی معیار کارگزاری برای مانده شده است و معاشرت رو در جایهای جمعیتی در کوچه و خیابان بزرگ باید با زبان ادبی گفتگویی بین خود براه مانید و همین معرفت رو در دل خود هر یک تاجیکستانی چی جنوبی چی شمالی چی جنوبی شرقی دل خود جایی که نباشد باید که رعایت کند تا اینکه ما انمی زبان وحدت سرا رو مثل هم زبانانمون با وجود آوریم و این در این صورت علاقه به محلچگی و محلگرایی از بند خواهد رفت. تشکر جناب ظفر صوفی شما مرحمان. البته یکی از عاملا میتوند که محلگرایی را از بین ببرد این زبان گفتگویی معیار است یا که زبان ادبی است، اما اینکه جناب زلفانیان ادعا دارن که ما ایراد نگیریم بیایم در میدان باشیم، خب من در میدان، من وظیفم این است که این چیزو را بگویم چون من خبرنگارم و وقتی میبینم که مشکلاتی هست اونو میگویم و من در میدانم. یعنی که قرار نیست که هر خبرنگار اگر جای ایراد گرفت، مثلا بگیریم در مورد کار کشاورزی ایراد گرفت برای در زمین کشاورزی بکنه، نه، اون وظیفه‌ش انجام میدم. منم وظیفه‌مو دارم انجام میدم به عنوان یک روزنامه‌نگار و از دیدگاه مهرم به نسبت یا که محب عشقم به زبان مادریم این کارو دارم میکنم، چون میبینم که عرض کردم بالاتر اما نادیده گرفتن. چرا مثلا میشود وقتی درباره امام علی رحمان یه حرف زدن همه کس میخیزد گویا مقدسات بشه امام رحمان، یا مثلا پرچم کشور اگر زیر پا شود یکی اولین آدمی که میخیزد من هستم، مثلا میگه شما هم هر کدام شهروند کشور برزید این بلند نشد و صدا بلند میکنی تو چیکار داری میکنی و قانون مجازات میکنه. چرا زبان با عنوان یه مقدسات ملت وقتی خار میشد زیر پا میشد هیچ کس مجازات نمیشد؟ این مورد باید در نظر بگیر. ما زبان در سطح بالاترین خار کردن، روز زبان روز دیگه بود آوردن فقط به خاطر اینکه یه نفره جایگاهش بالاتر برن روز زاد روز اون کردن. یعنی فقط در سطح پایین از سطح بالاترین به زبان به احترام وجود داره. تشکر. حالا لهجه برتر، بله، مثلا معذرت میخوام، لهجه برتر واقعا متاسفانه امروز لهجه یک از منطقه. علتش هم این نیست که مثلا اونا خواسته باشن، مثلا یه نفر شما در کشور عرض کردم تمام مناصب تمام منصب ها در انحصار یک گروه هسته که نزدیک به رئیس جمهورن، یعنی که از محل لهجه، و اون یه نفری که مثلا میگن در دور دستر این منطقه اسفره یا مشچو یا نمیدونم در بدخشان در هر جای دیگر، در وقتی میبیند منصبدار با اون لهجه صحبت که بخاطر اینکه حداقل خوشش بیاد اون منصبدار از این کارش انجام بگیرد دارد به لهجه او صحبت میکنه و این یک برتری لهجه را در اون منطقه با وجود آورده و همین چیز عرض کردن به شبکه های اجتماعی هم دارد کشیده میشد متاسفانه. و دیگر یک نهاد نیست که بیاد پیش راهی این بدبختی ها را بگیرد. تشکر. شما میگویید که روز زبان با دیگر روز زبان با دیگر روز آورده نشد، اون وقت 22 ایول سال 89 روز زبان تاجیکی نام داشت، این فراموش نکنید. و این قانون علاقه در 2 دهه پیشین رسالت های خود رو اجرا کرد. اکنون تماما کاملا قانون این سند معیاری کاملا دیگر و جوابگو به دوره های نو و دوره جهانی شوی ضرورت بود که امروز نیست. حتی ما جناب زلفانیان وقتمو یک کمی محدود است، خواهش میکنم. بله به نظر گیریم و حالا میاریم به ادامه برنامه مون. زبان دولتی بله. جمهوری پروژه تشکر و حالا یک صحبت همکاران ما با رهگذران در تشکر و حالا یک صحبت همکاران ما با رهگذران در دوشنبه را میبینیم که از آنها پرسیدن چرا زبان ادبی تاجیکی و یا همان فارسی تاجیکی را در معاشرت کم میبینیم. سپس برنامه‌مون ادامه میدیم. مرحمه. زبان ادبی به هر حال مونده است، ولی حاضر لهجه را بسیار استفاده میبرند. همین زبان لهجوی است، زبان ادبی. وقتی که زبان ادبی را ما استفاده بردن نتونیم، لهجه را نمیتونیم. وقتی شما به اداره ها می روید با شما و زبان ادبی تاجیکی صحبت میکنن یا لهجه؟ بیشتر لهجه. ما بسیار همین خیلی بعضی اداره ها میریم
صاحب اداره است، دایرکتور است، دایرکتور مکتب است یا که یکون مؤسسه است، ادبی را کم استفاده دارم. ادمایی که نمیفهمه به حق لاندا، به سواد موندگی برای اون میفهمه. ادمی سواد و ادبی رو تشکیرا میدونه. یگون چیزی دشوارش نیست. ادبی خواندگی به حق میفهمیدگی. مکتبی اونا معلمو میفهموندن درس زبان ادبیات تاریخ نه معلمو گپ میزدن میفهموندن بعد پدر و مادر هم خیلی یعنی شما در خانه هم با زبانی ادبی تاجیکی صحبت میکنید خیر جوش بیا با ادبیوش ادبی گپ میزنیم جوش لهجه تاجیکی باشه با تاجیکی گپ میزنیم جوانان این روزا شماره زیادش با دیگر زبان ها معاشرت میکنن مثلا نسلی که در عین حال مثلا هستن با دیگر زبان ها مثال معاشرت میکنن بین یک دیگر با زبان تاجیکی نه اونقدر زیاد معاشرت میکنن یعنی که نسلی همین روزا همین خیلی ده به نهایت کم با زبان تاجیکی معاشرت میکنن بین یک دیگر سببش نمیدونم سببش شاید برای دیگر زبان ها رو زود آموختنشون باشد تشکر جناب زلفانیان خیلی کوتاه خوش میکنم نظرتون به این همصحبتان کارمندان ما در دوشنبه چی است خیلی کوتاه فشرده همه این سوال یک جواب کوتاه البته محدود است ولی میگویم که این بدبختی های ما از دست روزنامه‌نگاران کم تجربه و از دست اونی که ما روزنامه‌نگاران صاحب تجربه و تحلیلگر نیاز داریم تشکر چون که واسطه های اخباری عامه ترغیبگر اساسی هر یک مبارزه ما هستند تشکر. تشکر جناب ظفری صوفی خواهش میکنم خیلی فشرده مرحبا در یکی از آخرین نفری که صحبت میکرد یه حرف گفت که زبان خارجی را میآموزن و علت اصلی توجه نکردن به آموزش زبان ادبی یا که زبان تاجیکان در کشور است ما زبان ادبی را نمیآموزیم یعنی که مکتب های ما زبان ادبی نمیآموزن کتاب های تاریخ ما کتاب های جغرافی ما کتاب های ریاضی ما وقتی میخواند خواننده یا فیزیک ما را میخواند نمیفهمد بسیار چیزا ترجمه های کلکه به حساب خیلی بدی روسی است در زبان در کتاب های مکتبی میانه ما در دانشگاه هم همینطور است متاسفانه زبان گویا که فقط برای چهار نفر متخصص به قول خودشون زبان و ادبیات تاجیکی لازم است گویا برای دیگران لازم نیست و وقتی مثلا یک انجینیر یا مهندس یا نمیدونم فیزیکدان یک ریاضیدان به زبان عالی یا یک پزشک به زبان ادبی به شکل آل صحبت کردن نمیتوند نمی آموزانه و نیاز آموختن زبان تاجیکی در مکتب در تاجیکستان برابر با آموزش زبان انگلیسی یا نمیدونم آلمانی یا چینی یا هر زبان دیگه نمیشود مشکل است که ما از این وضعی که حاضر داریم بیرون نویم یعنی علت اصلی در آموزش نهیدن است وقتمون خیلی محدود است تشکر در این موضوع میشد که ساعت ها ما بحث کنیم ولی بهتر است درباره راه حل آن بگوییم نهادهای کلیدی که مسئول اصلاح وضع هستند کدامند و چیکار باید انجام دهند در این باره خیلی کوتاه خواهش میکنم در این باره نظرتون رو میگفتید جناب زلفانیان گفته استادم که من همین مورد اکسپرتیز زبان شناسی قرار دادن کتاب های تعلیمی تو اینکه زبان این کتاب ها ساده و روان باشد برای خواننده مکتب میانه بگیم فهما باشد و در شعور و ذهن آن خواننده جا گیرد هر یک قاعده و هر یک واژه این کتاب های تعلیمی از همین خاطر مقامات های دخل دار نیست باید بی‌طرف نباشند و هر یک وزارت اداره هر یک تشکیلات بله. مؤسسه وظیفه دارش سر کرده از هر یک صاحب زبان بله. تا اینکه بیدار فکری غرور ملی خودشناسی و خودآگاهیش فراموش نکنید تشکر زیاد جناب ظفری صوفی خواهش میکنم شما همچون روزنامه‌نگار چی پیشنهاد دارید راه حل چی است مرحمه راه حل در هر صورت باید که تأثیر رسانی قانونی باید وجود داشته باشد یعنی نمیدونم من نمیگم که مثلا مجازاتی برن زندان کنن برای ندانستن زبان یا رعایت نکردن معیارهای زبان اما از یک نظر دیگه بگیریم باید مجازات هم بشه چون وقتی که دولت حکومت یعنی کشور نمیدونم دولت ادعا دارد که زبان زبان دولتی است و زبان یکی از مقدسات دولت است یا کشور است یا ملت است چرا مثلا حالا بالاتر دو بار است که تکرار میکنم وقتی مثلا به خاطر پرچم یا هر مقدسات دیگر کشور را وقتی زیر پا میکنن
میان مجازات میکنن طرفا. چرا برای زیر پا کردن زبان، خار کردن زبان، بله، احترام به زبان مجازات نمیکنن؟ تشکر زیاد. تشکر به همه شما هست. و به پایان برنامه میرسه. مهمانان ما عبدالرحیم زلفانیان، نماینده کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان، و ظفری صوفی، ژورنالیست شناخته تاجیک. تشکر به بینندگان که برنامه را همراهی کردید، و اگر در رابطه به این مسئله، یعنی لهجه و زبان معیار، پیشنهاد دارید زیر همین برنامه نویسید. من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.